سلام میگم به عزیزان، خوشحالم که یه بار دیگه دارم شما رو میبینم. اسم این تعلیم دل قوی دار نترس. چرا واقعا به این فکر کردم که راجع به ترس صحبت کنم؟ چون این روزا خودم با یه ترسای نهفته‌ای در درون خودم آشنا شدم که تو درونم پنهان بود و من نمیدونستم. فکر میکردم دیگه من الان بعد از سالها دیگه ترسای آزاد شدم. دیدم ترس به شکلای خیلی مخفی توی قلب ما، توی زندگی ما لونه میکنه و اگه واقعا ما متوجه نشیم تمام فضای زندگی ما رو در بر میگیره و یه جور روی ما، روی رابطه های ما، روی ذهن و روح و روانمون مسلط میشه و اون حیاتی که خداوند میخواد بده برای خدمت، اون تر و تازگی که میخواد بده، این ترسشون از خدا نیست، یک روحه، اون میاد میدوزده. و نه تنها فقط این شهادتی که کوتاه گفتم از خودم، بلکه واقعا وقتی به دنیای خودمون نگاه میکنیم، به این سیارهی، به این زمینی که داریم زندگی میکنیم نگاه میکنیم، میبینیم هر لحظه یه جوری حامل است، یه جوری آبستن حوادثه. انگار دنیای ما واقعا داره زمانهای آخر بارداری خودشو میگذرونه. هرچی که تو اخبارا گوش میدیم این روزا که میدونین چقدر چیزای منفی از اخبار، از تلویزیون، تو روزنامه ها، دیگه الان هم که تکنولوژی تو فیسبوک و تو انواع اقسام این خبرهای مجازی فراوونه، که مثلا این زلزلهی که آخر شد نیست تو کرموشا، واقعا تمام اینا آنچه که میشنویم انگار داره میگه اون دردهای زمان زایمانه، که انگار دنیا داره به لحظه های آخر خودش میرسه. این دردهایی که داره میکشه، همونجور که رومیان گفته تمام کاهنات در حال درد و زهه که کی واقعا آزاد میشه از اون گناهی که روی زمین، روی کائنات سلطه داره، از این کی آزاد میشه. و باید از همون اول بهتون بگم عزیزان، جمعیت دنیا، جمعیتی که روی زمین زندگی میکنه، هیچ وقت در این طرف آسمون روی صلح و آرامش و سلامتی رو نخواهد دید. مخصوصا که مسیحی ها، کسایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن، خیلی بیشتر تو رنج هستن. کلام خدا اینو میگه، متی باب 24 آیه 11 میگه در آن روزها، یعنی در این زمانهایی که ما داریم زندگی میکنیم، بسیاری از ایمان برگشته به یکدیگر خیانت میکنن و از همدیگه متنفر میشن. اینو داره چی میگه؟ راجع به ایماندارا میگه، درسته؟ و همینطور آیه 6:24-6 میگه همچنین درباره جنگ ها خواهید شنید، خبر جنگ ها به گوشتون میرسه، اما مشوش نشوید. یعنی خودتون رو نبازید، جا نزنید، دست و پاتون رو گم نکنید، چون طولی نمیکشه که پیروزی عیسی مسیح، فتح و ظفر، آزادی دختران و پسران خدا رو خواهیم دید. آخرش همه چی خوب میشه عزیزان. کلام خدا اینجوری میگه، این وعده ها اینو میگه. اگه آخرش خوب نشد چی فکر میکنی؟ اگه آخرش خوب نشد، از کجا بفهمیم که آخرش خوب میشه؟ اگه آخرش خوب نشد چی کار کنی؟ اگه آخرش خوب نشد معنیش اینه که هنوز آخرش نیست. آمین؟ و مسیح، عیسی مسیح، خداوند توی این هرج و مرج هایی که داره میاد، توی این بادهای مخالفی که داره میاد، میگه آروم باشین، نترسین، وحشت نکنین، حواستون باشه، خودتون رو نبازین. توی یه ترجمه دیگه میگه بیدار باشین، بهوش باشین، مضطرب نباشین. میخوام راجع به چی صحبت کنم عزیزان؟ با این مقدمه چینی که دارم میکنم، میخوام راجع به ماهیت ترس صحبت کنم. چون وقتی که اصلا این اخبارها رو، این وقایع رو کنار بذاریم، به ماهیت و وجود انسان نگاه میکنیم، انگار ترس در وجود انسان یه جوری خونه کرده، یه جوری نهادینه شده. انسان وقتی نگاه میکنی انگار از همه چی میترسه، از همه چی. من خودم حتی موقع امتحانا قشنگ میدونستم که سوالا رو بلدم، ولی یه جوری بازم این ترس و نگرانی یه جوری میامد تو من، نگران بودم، میترسیدم.
راستش این روزا بهتون بگم برای یکم میتونی محروخ جان عزیزم، مخصوصا این روزا میبخشیم برای این وقفه، مخصوصا این روزها که تقریبا تو این ماه گذشته بود برای سومین بار یه خواب کوتاهی از آسمون دیدم. این خوابی که از آسمون دیدم شاید در طول این چند ساله 3 دفعه دیدم و خیلی دلم میخواست، این 1-2 ساله خیلی دلم میخواست یه موعظه از آسمون داشته باشم، یه پیامی از آسمون بیارم، ولی هیچ مکاشفه‌ای نداشتم. و این خوابی سومی که دیدم یه جوری قلب منو مشتاق کرد، برای اینکه آمین که به زودی یه پیامی از آسمون خداوند کمکم کنه روح القدس بیارم. میخوام بهتون بگم خوابی که از آسمون دیدم، فرشته ها رو ندیدم، عیسی مسیح رو ندیدم، نمیدونم چیزایی که شاید خیلی ها میبینن، اصلا من ندیدم، چیزایی ندیدم که بتونم اینجا توضیح بدم. فقط چیزی که غالب بود تو این هر 3 تا خواب من، نور خیلی عظیم و عجیبی بود، به طوری که وقتی که سرم بلند میکردم این نور رو احساس میکردم، یا چشمای فیزیکی من میدید، واقعا وجود من اصلا طاقت تحمل نداشت. و 3 دفعه که سعی کردم این نور رو نگاه کنم، با صورت به رو روی زمین افتادم. و بعد از این 3 تا خواب بود که واقعا هر دفعه به طور یه مرحله‌ای دیدگاه من نسبت به خیلی چیزا عوض شد، مخصوصا که وقتی تو کلام خدا میخونم، و خیلیاتون اینو میدونین که معمولا خدا رو با نور و نور رو با قدوسیت کلام خدا یکی میدونه. اول یوحنا 1:5 میگه خدا نوره و هیچ تاریکی در اون نیست. تو اول تیموتائوس 6:16 میگه خدا در نوری سکونت داره که هیچ کس نمیتونه به اون نزدیک بشه. و تو مزامیر، یکی از مزامیر که اصلا یادم نیست کجاست، میگه خدا، تو خدایی هستی که خودتو با نور پوشوندی. و بعد از این خواب بود، به خصوص خواب سوم بود، که یه جوری احساس کردم نگاهم به مسائل، به خصوص درد و رنج، یه جوری اصلاح شده، یه جوری ماهیت ترس نامقدس و ترس مقدس رو بهتر درک میکنم. شناختم یه جوری از درد و رنج بیشتر شده، انگار از دیدگاه خدا دارم نگاه میکنم. از اون روز تاله یه جوری درد و رنج ها و مسائبی که یه موقع گاهن توی زندگی من میاد، احساس میکنم قدرت اولیش رو از دست داده. یه جوری احساس میکنم در روح یه جوری قوی تر میتونم صلیب های زندگیمو حمل کنم. قبلا یادمه خیلی حالا تو روحم خودم خوب، خیلی خوب پیروز من نشون میدادم، ولی تو درون، تو خلوت خیلی زجه میزدم، ای خدا دیگه نمیتونم، به میام بیا، خواهش میکنم یه جوری بارم رو سبک کن. ولی الان یه جوری بخوام تعریف کنم، این عینکسازی فیلم رو دیدین، رفتین وقتی یه لنز میذاره رو چشمتون، انقدر اینو جابجا میکنه، اول تاره، انقدر این لنزا رو عقب و جلو میبره، وقتی که تنظیم میشه یه جوری این تصویر رو بهتر میبینی، درسته؟ انگار لنزی که از روی چشمای من بوده، یه جوری از پشت این لنز بهتر زندگی رو نگاه میکنم، انگار یه جوری تنظیم شده. تصویرها مخصوصا راجع به این 2 مقوله، ترس مقدس و نامقدس و درد و رنج، یه جوری شفافتر شده. ترس و رهایی از ترس، واقعا چقدر باید راجع به این بدونیم. یه موقع فکر میکردم دیگه به اندازه کافی تعلیم دادم، ولی الان به این نتیجه رسیدم اقلا سالی 2-3 بار باید تعلیماتی راجع به این ترس، ترسی که میاد اینجوری روی ما سلطنت میکنه، داشته باشیم. همه بتونیم با این روح ترس بیشتر آشنا بشیم و همینطور بتونیم با اون مقابله کنیم. ترس چیه عزیزان؟ چرا انقدر عیسی مسیح راجع به ترس صحبت میکنه؟ چرا حتی بیشتر از قانون بزرگی که در کتاب مقدسی که میگه خدای خودتو با تمام دل و جان خودت و همسایه خودتو محبت کن، چرا حتی از ترس، مقوله ترس رو بیشتر راجع بهش صحبت کرده تا از قانون بزرگی که در عیسی مسیحه؟
وقتی به ترس نگاه میکنیم، مخصوصا این تعلیم، امیدوارم یه جوری بیشتر باش بتون رابطه برقرار کنی، چون به ترس یه مقدار شخصیت داده شده. من سعی کردم از کتاب‌های زیادی که خوندم بیشتر بتونم این تعلیم رو بهتون منتقل کنم. یه جوری این ترس به شخصیت داده شده تا بتونیم اون مظهر، اون چهره کریهش رو بیشتر بشناسیم. وقتی به ترس نگاه میکنیم میبینیم خودش رو به شکلهای خیلی زیادی نشون میده، ولی ما نمیفهمیم این ریشش از ترسه. در دستای مرطوب ترس دیده میشه. یه موقعی که میترسیم بعضی دستاشون مرطوب میشه. در داغ شدن پشت گردن، در حرکات وسواسی دیدیم، بی اختیار همون میریم، بی اختیار خونه رو تمیز میکنیم. در رفتارهای مثل پرخوری، پرحرفی، چاپلوسی، حمله های خشمگینانه، نفرت، اینا همه این واکنش های مختلف رو وقتی نگاه میکنیم عزیزان، یک عامل مشترک پشت همه ایناست. اسمش چیه؟ ترس. شاید علت بعضی از این واکنش ها خیلی سریع مشخص بشه، ولی بعضی از اونا رو باید با کمک یه مشاور، با کمک پزشک تشخیص داده بشه. ولی اینو بدونیم، وقتی واقعا من خودم، مخصوصا شهادت زندگی خودم که امیدوارم یه روزی بتونم این شهادت رو بدم، میبینیم در پس بسیاری از رفتارها، تصمیمها، بی تصمیمیهای ما، سازشهایی که با گناه میکنیم، در قلبمون میدونیم این گناهه ولی سازش میکنیم، اصلا یه جایی نمیتونیم تصمیم بگیریم، یه جایی تونتون تصمیمهای بی مورد میگیریم، پشت تمام این عاملها یک چیزه. همه با هم بگیم ترس. من سعی میکنم در این تعلیماتی که چند هفته طول میکشه به بعضی از شایع‌ترین ترس‌های انسانی اشاره کنم، تا با کمک خداوند شاید با بعدش که با هم دعا میکنیم، میایم جلو، ترسامون رو رو میکنیم پیش کسایی که صلاحیت دارن، واقعا زیر نور بیاد و این ترسا ریشه‌ای از وجود ما کنده بشه. و امیدم اینه که واقعا به یاری خدا در این هر هفته با این تعلیمات بتونیم از این ترسای خودمون به طور گروهی، چون واقعا خیلی کمه که کم کم هی هر دفعه بخوایم به یه نفر وقت مشاوره و روان درمانی بدیم، ولی ایمان دارم که با مداخله روح القدس یک آزادی در گروه خواهران آمین شروع خواهد شد. مخصوصا در این زمانهایی که گفتم همون اول، که به قول چیزی که ایرانی ها میگیم، هر دم از این باغ بری میرسد. مثل اینکه همتون شاید بدونین دمای کره زمین به طور ناگهانی داره افزایش پیدا میکنه. وقتی گروه های تروریست رو میبینیم، گسترش گروه های القاعده رو میبینیم، مسلمان های تون رو میبینیم، اصلا کلمه ترور و تروریسم رو وقتی میشنویم چه احساسی به ما دست میده؟ ترس و وحشت. انگار ما دائم در ترس هستیم، مخصوصا عزیزانی که در یک کشور غریب پناهندن مثل شماها. واقعا من احساس میکنم من خودم این ترسا رو باش دست و پنجه نرم کردم. از صبح که بلند میشیم نامه دادگاه اومد، الان تو پست میخوام برم، من تنم میلرزید، الان چه نامه میاد، نکنه قبول بشم، نشم، نکنه زبان یاد نگیرم، نکنه خونه پیدا نکنم، آینده من چی میشه، چطور منظورم بتونم به سوسیال آم تو به این مسئولین بتونم با این زبانی که بلد نیستم بتونم احساسم منتقل. اینا همه تنش میاره برای ما، درسته؟ تنهایی، پیری، کوری، بیماری. مطالعاتی که به عمل اومده عزیزان نشون داده بچه‌هایی که در این دوره زندگی میکنن، از دوره 1950 که افرادی که در اون دوره بیماری روانی داشتن، بچه‌هایی که در این زمان هستن قرن 21 بیشتر از اون اشخاص روانی تو ترس و استراب هستن. وقتی به ترس نگاه میکنیم عزیزان، انگار یه جوری ترس میاد خونه بغلی ما رو برای 100 سال اجاره میکنه و برای خودش یک کار و کاسبی راه میندازه. نه تنها خونه بغلی رو اجاره میکنه، واقعا میتونم بگم اگه مواظب نباشی میتونه شیشتون که قلبمونو به نام خودش سند بزنه. وقتی ترس میاد چی میشه عزیزان؟ شادی خانم بیچاره سرش رو میندازه پایین، میره پی کارش. تا حالا خدا وکیلی دیدین ترس و شادی با هم یه جای دیده بشه مثل یه دوست؟ تا حالا دیدین کسی که به ترس شاد باشه؟
دیدین کسی هول کنه، ذهنش درست کار کنه، دیدین یه دوستی داشته باشین، یه یار شفیق داشته باشین، ولی تو دلش پر ترس باشه، محافظه‌کاری باشه، اصلا این دوست و یار شفیق میدونین میتونیم بهش اعتماد کنین؟ وقتی ترس رو نگاه میکنیم، انگار ترس با همه قوقایی که به پا میکنه، با همه فضایی که در قلب و روان ما اشغال میکنه، هیچ کار مثبتی انجام نمیده عزیزم. تا حالا دیدین ترس یه قطعه شعر بگه؟ تا حالا دیدین وارد مذاکرات صلح بشه؟ تا حالا دیدین یه بیماری خاص رو شفا بده؟ تا حالا دیدین یه ازدواج رو از همپاشیدگی نجات بده؟ نمیتونه بکنه، چون ترس شجاعت این کارا رو نداره. برعکس ایمان همه این کارا رو میکنه. ترس هم همون ایمانه عزیزان، ولی یه ایمان وارونه. وقتی به ماهیت ترس نگاه میکنیم، انگار یه جوری میاد ما رو توی زندان میندازه و در اونو محکم میبنده. یه لحظه میخوام فکر کنین که رهایی از این ترس، یه لحظه رهایی از این ترس، واقعا یه زندگیمون عالی نمیشه؟ تصور کن تو این لحظه ذره ترس نداشته باشی. فرض کن واکنش طبیعی تو به تمام تهدیدها به جای ترس ایمان باشه، مثل داوود که از هر طرف بهش تهدید میشد، عزیزترین کسش، پسرش، رهبرش تشنه خونش بود، ولی میگه خداوند نور و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند مرجای جان من است، از که هراسان بشم؟ اگه لشکری بر من فرود آید نخواهم ترسید، اگه جنگی به ضد من برپا شه از اینم نمیترسم، چون در یک چیز اطمینان دارم که در خانه خدا ساکن باشم، جلال او رو، کلام او رو، وعده های او رو نگاه کنم. عزیزان روزی رو تصور کن که هیچ ترسی نداری از ترد شدن انسان ها، از شکست، از مصیبت. فرض کن یه آهن ربایی بذارن رو قلبت، یه آهن ربایی خاص، و هرچی وحشت، احساس ناامنی، تردید، نگرانی از روی قلبت جدا کنن. روزی رو تصور کن که یک زندگی بدون ترس داشته باشه. میتونی تصور کنی؟ شاید الان نتونی، ولی سؤالی عیسی مسیح خداوند میپرسه که در واقع به همین امکان اشاره میکنه. تو مرقس باب 4 آیه 40 میگه چرا چنین ترسانی؟ خوب میشه انجیل مرقس باب 4 براتون این آیاتو میخونم، از مرقس باب 4 از آیه 37 که ناگاه طوفان عظیم از باد پدید آمد و امواج بر کشتی میخورد به قسمی که بر میگشت و او در مؤخر کشتی بر بالشی خفته بود. پس او را بیدار کرده گفتند ای استاد، آیا تو را باکی نیست که هلاک شویم؟ در ساعت او برخواسته باد را نهیب داد و به دریا گفت ساکن شو و خاموش باش، که باد ساکن شده آرامی کامل پدید آمد. و ایشان را گفت از بحر چه چنین ترسانین؟ چون این است که ایمان ندارید. پس به این نهایت ترسان شده به یکدیگر گفتند این کیست که باد و دریا هم او را اطاعت میکنه. وقتی قدرت عیسی رو دیدن که چطور باد و طوفان رو نهیب زده، به قول ایرانی ها من خیلی این لفظ رو به کار میبرم، وقتی یه چیز عجیبی از یک کسی میبینم میگم این دیگه کیه، این دیگه چه آدمیه. اینجوری بود وقتی قدرت عیسی رو دیدن، گفتم بابا این دیگه کیه. وقتی این سوال رو از عیسی مسیح میشنویم که چرا چنین ترسانین، واقعا راجب جدی بودن سوال عیسی شک میکنی، انگار داره شوخی میکنه، انگار داره سر به سر شاگردان میذاره، چون خیلی سوالش عجیبه. انگار یه شناگری از یه شناگر دیگه بپرسه تو آب خیس شده بگه چرا خیسی، خیلی عجیبه نیست؟ چون طوفانی توی دریای جلیله، وقتی اون مکان جغرافیایی دریای جلیل رو ببینیم که یک دفعه گردباد و طوفانی اونجا میشه که هر یه موجش به اندازه چند متره، که انقدر وحشتناکه، که چرا باید عیسی بگه چرا ترسانی؟ اما عیسی لبخند نمیزد، عیسی سوالش خیلی جدی بود.
یه طوفان عجیبی بود، دریاچه طوفانی شده بود مثل یه کابوس. نمیدونم تا حالا شب دریا رو دیدین که چقدر ترسناکه؟ من تو ایران که میرفتم کنار دریا، یه موقع شبا ساعت 1 و 2 میرفتم کنار دریا تو شمال، یعنی واقعا پر از خوفه، پر از ترسه، مخصوصا وقتی موج میاد. دریا انقدر وحشتناکه، خدا رو شکر برای اون اورشلیم آسمانی که نوشته دیگه دریای اونجا وجود نداره. و در متا باب 8:23-24 نوشته انقدر طوفان سهمگین بود و امواج داشتن قایق رو غرق میکردن، از بین میبردن، اما عیسی در پشت کشتی در خواب بود. وقتی به این امواج نگاه میکنیم، تو فرهنگ یونانی نگاه میکنیم، در مورد امواجی که به قایق میخورد اصطلاحات خیلی زیادی داره. یه جایی معنیش اینه مثل یک رگباری که کشتی رو در بر میگیره، یه جایی که خیلی واقعا معنیش خیلی گویاتره میگه مثل یک زمین لرزه است. این طوفانی که داره مرقس ازش صحبت میکنه، متا ازش صحبت میکنه، مثل یک زمین لرزه، مثل یک امواج کفالوده که طغیان میکنه، انگار که آسمان و دریا یه جوری به هم پیچیدن، دارن با هم کشتی میگیرن. واقعا من تو این کلماتی که دنبالش بودم زلزله رو با تمام وجود احساس کردم. میشه آدم زلزله رو تجربه کنه؟ زلزله رو کسی تجربه کرده؟ من یه بار تو ترکیه بودم، یعنی خوابی، اصلا تو خواب نازی، مخصوصا شبا هم میاد معمولا، یعنی تو زلزله باشی، زمین داره زیرت میلرزه، بعد یکی بیاد بهت بده که چرا میترسی. خیلی عجیبه نیست؟ یک ترس ناگهانی، یک طوفان ناگهانی، یک زلزله ناگهانی. عزیزان، بعضی از طوفان‌هایی که تو زندگی ما پیش میاد قابل پیشبینیه، مثل این طوفان نیست، میشه پیشبینیش کرد. بعضی از این طوفان‌ها و زلزله‌هایی که تو زندگی ما پیش میاد مثل اون طوفان‌هایی که کشاورزا وقتی نگاه می‌کنن به ابرا، توده ابرا رو می‌بینن، رنگ تیره ابرا رو می‌بینن، قشنگ تشخیص میدن، میگن الان بعد 1 ساعت یک بارون و طوفانی میاد. مثل زندگی بعضی از افراد وقتی ازدواج می‌کنن، مثلا یه بچه معلول خدا بهشون میده، یک بچه مریض و عقب مونده میده، این پدر مادر قشنگ قابل پیشبینیه نیست؟ میدونن تا آخر عمر باید با این بچه سر کنن، این آش خالشونه، بخورن پاشونه، نخورنم پاشونه. این طوفانهای قابل پیشبینی مثل یک شوهر بی ایمان، مثل یک زن یا شوهر خلوچل که گیر آدم میفته، از همون اول آدم قشنگ میدونه بابا این زندگی منه، یا باید با این زندگی کنم یا تمومش کنم. میدونی قابل پیشبینیه، مثل یه بچه‌ت که معتاد شده، مثل یه شوهرت که معتاد بوده، از اول حساب کتاب میکنی نیست؟ مثل یه مردی که باش زندگی میکنی، ازدواج میکنی، بی ایمانه دیگه، هیچ گارانتی نداره که این ایماندار باشه، میدونی تا آخر اون ووال گردنت ممکنه باشه. اما این طوفانی که عیسی مسیح داره اینجا میگه و واقعا یه موقع در زندگی های ما عزیزان میاد، مثل یک شیریه که تو اون بیشه خودشو پنهان کرده، یک دفعه ناغافل میاد تو زندگی ما، مثل این واقعه‌ای که شاگردا تجربه کردن. یک دقیقه پیش انگار شاگردا داشتن روی عرشه کشتی ورق بازی میکردن، پتروس و یوحنا با خونسردی بادبانها رو پایین میکشتن، میگفتن الان بریم آفتاب بگیریم، یک کمی دراز بکشیم. متای بیچاره که اصلا تمام عمرش مشغول وصول مالیات بود، اصلا طوفان چیزی نمیدونست که بخواد آماده باشه، یه دفعه اینجا گفته ناگهان طوفان سنگینی در گرفت. واقعا وقتی اینو میخونی، زندگی های ما یه موقع وقتی طوفان های سهمگینی میشه، اونجاست که ترس های ناگهانی مثل زلزله امون ما رو میبره. و واقعا یه موقع وقتی این داستان رو نگاه میکنم، میگم کاش که این داستان یه جور دیگه بود. همینجور برای زندگی های خودمونم آرزو میکنیم،
خیلی موقع ها. مثلا برای این داستان اینجوری فکر میکردیم، عیسی وارد قایق شد، یه دفعه رنگین کمان بزرگی در دل آسمون پدیدار شد، دسته ای از کبوتران بر فراز کوه پرواز میکردن، آسمون آبی زیبا، پرنده ها همه در آرامش، چرا که نه، بیچاره ها این همه خدمت میکردن، این همه درد افراد روشونه هاشون تحمل میکردن، چرا نباید یه سفر تفریحی داشته باشن؟ چرا باید با این طوفان سهمگین مواجه بشن؟ انگار داره این پیامو به ما میده که نه فقط شاگردان بلکه پیروان حقیقی عیسی مسیح باید این پیرو به تنشون بمالن که وقتی که به عیسی مسیح رو پیروی میکنن، وقتی سوار قایق پیروی با عیسی مسیح میشن، زندگی با عیسی مسیح میشن، باید پیر روبرو شدن با زلزله های زندگی رو به تن خودشون بمالن. نیست؟ خود عیسی مسیح خیلی واضح و راحت میگه در دنیا برای شما زحمت خواهد بود، هیچ در باغ سبزی نشون نمیده. ما اینجا در کلیسای آلفا اومگا انجیل کامیابی و سلامتی و جلال رو فقط موعظه نمی کنیم، انجیل درد و رنجم موعظه میکنیم و یه افتخاریه که ما بتونیم شریک دردها و رنجهای عیسی مسیح بشیم. در دنیا برای شما زحمت بسیار خواهد بود. شلوس آس قشنگ برنامه رو برای ما خیلی واضح و شفاف رو کرده، ولی بعدش میگه تو یوحنا 16:33 اما دل قوی دارین چون که من بر دنیا غلبه کردم. اگه من بر دنیا غلبه کردم، ولی این طوفانای دنیا شما هم میتونید. عزیزان چی میخوام بگم؟ پیروان عیسی مسیح با طوفانها روبرو میشن، با زلزله های ناگهانی روبرو میشن و باید بجنگن. با اعتیاد بچه هاشون دست و پنجه نرم میکنن، با دعاهایی که سالها شاید برای پسراشون کردن، برای دختراشون کردن و هیچ جوابی از آسمون نیامده، باید دست و پنجه نرم کنن. با ترس‌های مختلف ایماندارا روبرو میشن، با شکست روبرو میشیم ما، با رسوایی رو باید متحمل بشیم. هیچ گارانتی داده نشده که ما وقتی سوار کشتی نجات میشیم همه چی آسمون همیشه آبی نیلگونه. اما فرق ما با دیگران چی عزیزان؟ فرق ما با دیگران روبرو شدن با طوفان‌های زندگی نیست که ما روبرو نمیشیم، بلکه فرق ما با افراد دنیا مربوط به کسیه که در طوفان‌های زندگیمون رو کشفش میکنیم، در زلزله‌های زندگیمون بیشتر از هر موقع ما عیسی مسیح خداوند رو ملاقات میکنیم، میبینیم او در قایق شکست و طوفان زده زندگی‌های ما هست. عیسی در مؤخر کشتی در خواب بود، چرت نمیزد ها عزیزان، تو خواب عمیق بود، مثل کسی که تو ترن هوایی شهر بازی بخوابه یا در کنسرت کونیک در لوه پادشاه شیران که فقط صدای جیغ و طبل و داد و بیداد بگیره اونجا بخوابه. و بهتون بگم عیسی با اینکه میدونست طوفان در راهه به کنج قایق رفته بود و یه بالش هم پرقو زیر سرش نذاشته بود، یه گونی چرمی که پر از شن، معمولا ماهیگیران در خاورمیانه و در اون دریای مدیترانه برای تعادل کشتی همیشه این گونی های شنی رو داشتن مثل سنگ. و عیسی مسیح تو خواب عمیقی رفته بود و همین خواب عیسی بود که شاگردان رو بیشتر به وحشت انداخته بود. اگه عیسی تو طوفان‌های زندگی ما میتونه بخوابه، پس خیلی ترسای ما بیشتر میشه، نیست؟ برای همین ترسای شاگردا خیلی بیشتر شده بود. سوالی که کردن شاگردا این بود که استاد تو را باکی نیست که غرق شویم؟ تو مرقس باب 4:38. وقتی این سوالو هسته مرکزیشو عزیزان باز میکنیم، کدوم جنبه از شخصیت عیسی مسیح رو داره زیر سوال میبره؟ قدرت عیسی رو زیر سوال نبرده، چون اگه قدرتش رو زیر سوال میبرد باید شاگردان میگفتن نمیتونی استاد طوفان رو آروم کنی؟ اگه میگفتن نمیتونی طوفان رو آروم کنی یعنی تو قدرت نداری؟ اگه میگفتن خبر نداری استاد طوفان شده، بلند شو از اون خواب نازد، داشتن دانش عیسی رو زیر سوال میبردن. اما به او گفتن تو را باکی نیست
چیه عیسی رو، کدوم شخصیتشو، نیکوی عیسی رو زیر سوال بردن. این خیالت نیست؟ وقتی ما تو زلزله ها و درد ها و رنج ها هستیم، تو انقدر راحت میتونی بخوابی؟ اینو بارها گفتم من، که خدا خوابش برده، خدا نمیبینه، خدا پنبه تو گوشاش کرده. عزیزان وقتی که ترس میاد، اولین کاری که تو زندگی ما میشه اینه که شک میکنی به نیکویی خدا. خدا میتونه در طوفانهای زندگی ما بگیره و بخوابه، و این طور میشه که این ترس یک گله شک و تردید رو روی اعصابهای ما رها میکنه. وقتی به نیکویی خدا شک میکنی، اولین کاری که میکنی معتاد میشی که کنترل کنی زندگی خودتو، نیست؟ چون کسی نیست پشت من، عیسی هم که خوابش برده، مخصوصا که وقتی تنهایی. پس باید خودم زندگیمو کنترل کنم در مرکز ترس. این گفته، این احساسه که من کنترل خودم رو از دست دادم. در گفته این که عیسی تو کجایی، آیا تو رو این خیالت نیست، یعنی من کنترل خودم رو از دست دادم و الان باید یه کاری خودم بکنم. هر چی که کمتر احساس امنیت کنی، هر چی که بیشتر احساس کنی کنترل زندگی تو از دست دادی، بیشتر احساس ناامنی میکنی و بیشتر احساس خشم میکنی، احساس درد میکنی، احساس میکنی گیر افتادی. چون گیر افتادی باید خیلی بیشتر کنترل تو دستت باشه. آیا تا حالا شده احساس عدم امنیت بکنین؟ وقتی آدم احساس عدم امنیت میکنه، مخصوصا اونایی که سر هستن، یه جوری مثل این حاکمان وقت ایران، مثل کسایی که در دوره عیسی مسیح عیسی رو مصلوب کردن، مثل کسایی که واقعا انگار از اون روح خدا دورن و یه جوری هم قدرت تو دستشونه، اولین چیزی که واکنشی که نشون میدن این افراد یه خشم کنترل نشده است، که ریشه در اینه که کنترل از دست دادن، حالا باید به زور و جبر متوسل بشن. یه کشیش آلمانی در سال 1933 اولین بار بود که دیکتاتور مخوف هیتلر رو ملاقات کرد. وقتی توی گوشه ایستاده بود و حرفای این گوش میکرد، و در آخر زن این کشیش آلمانی اومد به اون گفتش که تو هیتلر رو چجوری دیدی؟ و این کشیش آلمانی برگشت گفت من آقای هیتلر رو آدمی به شدت ترسان و وحشت زده دیدم. عزیزان ترس یک جوری دیکتاتور خفته وجود ما رو بیدار میکنه. افرادی که کنترلگرن خیلی کم رحم و دلسوزی در اونا وجود داره، چون فقط تمام سعی و تراششون اینه که امنیت خودشون رو حفظ کنن، تمام زندگیشون امنیتشون میشه. همینجور ترس حافظه ما رو از کار میندازه عزیزان، یه نوع فراموشی روحانی میاره، قسمت یاداوری معجزاتو که توی حافظه ما از کار میندازه، کارهای عظیمی که خدا برای ما کرده یادمون میره. شاگردان تو اون لحظه یادشون رفته بود که عیسی چه دردها و بیماریها رو شفا میداد، چطور جذامی‌ها با لمس او شفا میافتن، چطور مادر زن پتروس شفا پیدا کرده، چطور گله‌های ارواح پلید از افراد بیرون میامدن. اصلا اونا یادشون رفته بود به کارنامه درخشان عیسی مسیح خداوند یه نگاه کنن تا آرامی بیابن. و بعد ترس احساس خوشنودی رو در ما خفه میکنه، احساس امید رو از ما میبره، و کم کم ما رو به اون کاروانسرای بین راه ایران، یادتونه وقتی مسافرت میکردم یه دورنمایی ازش داشتم، متروک درب داغون تبدیل میکنه وجود و قلب ما رو. و کم کم وقتی ترس به زندگی ما شکل میده و رخنه میکنه، کم کم امنیت خدای ما میشه و شروع ما میکنیم به زندگی بدون درد و رنج، بدون مخاطره. یعنی هر کاری میکنیم فقط درد و رنج رو از تجربه فرار کنیم.
یادم زمانهایی بود که حتی ایمانم داشتم عزیزم، به خاطر اون تجربه‌هایی که تو ایران داشتم، تنها دعایی که می‌کردم تو خلوت فقط می‌شستم گفتم خدا امنیت به من بده، ای خدا امنیت به من بده، ای خدا. من واقعا کلام این چیزا رو نمی‌دونستم، فقط ناله می‌کردم و وحشت خیلی زیادی داشتم به خاطر اون تجربه‌هایی که با اون حکومت ایران داشتم. پر از ترس و عدم امنیت بودم، هیچ وقت یادم نمیره به خاطر ترسای زیادی که داشتم، عدم امنیتی که داشتم، روزی 9 تا قرص اعصاب افسردگی میخوردم که فقط این ترسا رو تجربه نکنم. زنگ در خونه رو قطع کرده بودم، تلفن رو قطع کرده بودم و تقریبا 1 ماه تا 2 ماه به وسیله این قرصا تو خواب مصنوعی بودم. عزیزان، آیا کسی که شیفته امنیته میتونه ریسک کنه؟ آیا کسی که شیفته امنیته و امنیت شده خداش میتونه به کارهای خدمات اجتماعی شرکت کنه، به انسانا کمک کنه؟ چون عشق و محبت همیشه با مخاطره در ارتباطه. محنت محبت، محبت محنت داره، مخاطره داره. آیا آدم ترسو میتونه رویاهای رفی داشته باشه؟ چون میگه اومدیم و نقشه براب شد، پروژه های من خراب شد. آیا آدم ترسو میتونه از مالش به کسی حتی 10-1 بده؟ چون پیش خودش میگه هیچ ضمانتی نیست، شاید اصلا بر نگرده، روزنه های آسمون باز نشه. بنابراین عزیزان، جای تعجب نداره که عیسی این طور داره با ترسای ما می جنگه. مکررترین دستوری که در کتاب مقدس اومده میگه نترس. 125 بار عیسی مسیح دستور داده، فرمان داده نترس، ترسان نباش، دل قوی دار، شجاع باش. اما دومین فرمان، عظیمترین فرمان که میگه خدای خودتو با تمام قلب و جان خودت محبت کن و همسایه خودتو مثل نفس خودت، فقط 8 بار تکرار شده. پس نتیجه چی میگیریم؟ عیسی ترس ما رو خیلی جدی میگیره. بیشتر از هر دستوری، حتی محبت، میخواد از ما که ما نترسیم. و متاسفانه ما مثل اون بچه هایی هستیم که گاهی به مکررترین دستورهای پدر مادرمون میخندیم، نق میزنیم، شکایت میکنیم. من یادمه چقدر نق میزدم، چقدر آقا جون تکرار میکنی، درس بخون، این کارو بکن، زود بیا خونه. نمیدونم آیا شاگردانم این احساسو داشتن، به عبارتی شاگردان هرسشون میگرفت چرا انقدر عیسی اینو تکرار میکنه. نیست، خیلی ماها هرس خوردیم، چرا مادر ما اینقدر تکرار میکنه یه چیزی رو، چرا اینقدر تکرار کرده؟ عزیزان، چون عیسی نمیخواد ما در ترس زندگی کنیم، نمیخواد. او ما رو برای آزادی آزاد کرده. عزیزان، پسر خدا اومده که ما در آزادی، در اون سبکبالی، در اون شجاعتی که خدا به ما میده زندگی کنیم، بخندیم. و ما خادمین، مددکار شادمانی شما باید باشیم با تعلیماتی که خدا به فیض خدا برای شما مهیا میکنه. شما چی؟ میخواین تو ترس باشین؟ یا میخواین آزاد باشین؟ تا حالا شده کسی در بین شما بگه ترس، وای قربونش برم، چنان شادی به من داده، چنان نشاطی به من داده که اصلا من نمیتونم با کلمات بیانش کنم، اصلا من بدون ترس نمیتونم یه پدر مادر خوبی باشم؟ تا حالا شده شکرگزاری کنی بگی مرسی به خاطر بدبینیم خدا؟ تا موقعی که امیدم از دست دادم زندگیم چقدر خوب شده؟ تا حالا شده کسی بیاد بگه من رفتم دکتر، دکتر گفته تا روزی 1 کیلو ترس و نگرانی رو نوش جان نکنی سلامتیت به تو بر نمیگرده؟ تا حالا شده؟ نشد. البته ترس عملکردهای سالمی هم داره، من اونا رو نمیخوام اشاره کنم. عملکرد سالم ترس، فقط کوتاه بگم، مثل اون قناری هایی که معدنچیان با خودشون توی معدن میبرن، معدن های زغال سنگ، که آدم خیلی دلش میسوزه وقتی این قناری های زیبا میمیرن، نشونه اینه که یه خطر ناگهانی تو راهه و باید سریع اون معدن رو ترک کنن. و اینطور میشون قناری های زیبا که تشبیه شده به ترسای سالم، ما رو از خیلی مخاطرات حفظ میکنه، از سگهای عصبانی دور نگه میداره، باعث میشه از چراغ قرمز رد نشیم، باعث میشه گناه نکنیم که لعنت یه موقع بدی بیاد تو زندگیمون. عزیزان، وقتی
خودمونو به ترس و حراس تسلیم میکنیم و اجازه میدیم بر ما چیره بشه. خودتون بارها تجربه کردین، صبح که بلند میشین اجازه میدین ترس توی زندگیتون میاد، اولین چیزی که به دست میارین شادیتون رو از دست میدین، تمام روزتون خراب میشه و کم کم احساس میکنین دارین فلج میشین. نیست؟ ترس انسان رو فلج میکنه عزیزان. با این دیو مخوف باید مبارزه کرد، چون از خدا نیست. تو دوم تیموتائوس 1:7 میگه خدا روح ترس رو به ما نداده، بلکه روح قوت، روح محبت، روح خیشتنداری. ترس ممکنه همجور که اول گفتم با این نشانه هایی که مخصوصا تو این زمان ها میاد دنیای ما رو ممکنه پر کنه عزیزان، ولی نباید قلب ما رو پر کنه. ترس هر لحظه میاد در خونه ما رو میزنه، ولی تو اجازه نداری به شام دعوتش کنی، تو اجازه نداری پیش خودت بخوابونیش. بیایم عزیزان تو این 5 دقیقه آخر این تعلیم که مونده، قلبمونو با تعدادی از دستورهای این اقتدار نهایی عیسی مسیح خداوند که میگه نترسید تقویت کنیم. وقتی که عیسی مسیح تو اون طوفان بلند شد، برخاست و باد و امواج و نهیب زد، دیدیم چطور آرامش حکفرما شد. عزیزان الان نمیدونم چه زلزله هایی تو زندگیتونه، با چه مشکلات و طوفان هایی دارین دست و پنجه نرم میکنین. عیسی زلزله های بزرگ زندگی ما رو با آرامشی بزرگ خاموش میکنه، دریاهای طوفانی زندگی ما رو به آرامی اون دریاچه ها تبدیل میکنه. نه تنها به آرامی دریاچه ها، بلکه یه جوری اون دریاچه ها یخ زده میشه که میتونی روش اسکیت بازی کنی، یعنی اینقدر شاد و سرحال باشی که روی اون دریاچه که میخواست تو رو غرق کنه اسکیت بازی کنی عزیزان. و بعد که عیسی میاد دریاهای زندگی تو رو خاموش میکنه، مثل اون شاگردان انگوش به دهن میمونی، زیر لب میگی تو دیگه کی هستی بابا، تو دیگه چه انسانی هستی، تو دیگه چگونه شخصی هستی که حتی باد و امواج نیز از تو فرمان میبرن. عزیزان بیایم با ایمانمون که بزرگترین و قوی ترین سلاحه به ضد این دشمن دیرینه بشر که ترس، ببریم با این شمشیر ایمان، اعلام کنیم وعده های عالی خدا رو و ببینیم قدرت ترس چطور در زندگی ما عبی میره و ما همینطور در شفای روز زفسون در آزادی بیشتر حرکت میکنیم. آمین. بیان در این لحظه آخر، این 2-3 دقیقه آخر، چند تا جمله عالی عیسی مسیح و وعده عالی عیسی مسیح و واقعا اگه میگه ایمان از شنیدن و شنیدن از کلام خدا، اگه این کلام واقعا بر نداریم و بذاریم به جایی که ترس به ذهن ما حمله میکنه، این چون کلام خدا کلامی تو خالی نیست، بلکه قدرت خلاقه داره، قدرت خلق داره، قدرت داره که حیات توی زندگی ما، آزادی جاری کنه. عزیزان تو متی 10:31 میگه وقتی به اون گنجشکا اشاره میکنه، میگه ببینید این گنجشکا اون زمان خیلی گنجشکا بی ارزش بودن، خیلی بی ارزش بودن، با سنتای خیلی کمی خرید و فروش می شدن. عیسی میگه ببینید این گنجشکا که به نظر شما بی ارزشه، خدا حتی به این گنجشکا چیکار میکنه فکر میکنه. بعد تو آیه 31 میگه پس نترسین، زیرا ارزش شما بیشتر از هزاران گنجشکه. آمین. بعد در متی 6:31 میگه اندیشه نکن، نگران نباش که چی بخوری، چی بپوشی، پاسم چی میشه، دادگام چی میشه، نامه ها چی میشه، آیندم چی میشه، زبان آلمانیم چی میشه، این همه احتیاجاتی که دارم چی میشه، ازدواجم چی میشه، پسرایی که برای آیندهشون نگرانن، برای شغلشون نگرانن، خانواده از هم پاشیدم چی میشه. عیسی میگه امتا، اونایی که تو دنیا عیسی رو ندارن به این چیزا فکر میکنن، چون یتیمن، چون روح یتیمی دارن، اما پدر آسمانی تو میدونه تو به چه چیزهایی احتیاج داری. پس نترس، اندیشه نکن که چه کارایی باید بکنی، روی صندلی ایمانت لم بده و بازیست که بدون عیسی پدر توه، خدا پدر توه. آمین.
و دوباره در 6 متی 6 25 میگه پس به شما میگویم نگران زندگی خود نباش. دوباره در لوقا میگه مترس، فکر کنم آیه 6ه، من تونتون نوشتم بعضی آیه ها رو ننوشتم، میبخشید. مترس، دخترت شفا میابه، پسرت شفا میابه. الان مشکل دختر داری، پسر داری، تو زندگی زن و شویش، طلاق، جدایی، نمیدونم، مریض دخترت، پسرت، اینجا میگه نترس، دخترتو شفا میابه. دختر تو در مدرسه منه، اگه تو تجربه های زیاده داره تعلیم میابه، در مدرسه روح القدسه. دل قوی دار، من هستم، مترس. دوباره در یوحنا 14:1 میگه گله کوچک عزیز من ترسان نباش، به خدا ایمان داشته باش. و دوباره در یوحنا 14:27 میگه دل شما مضطرب و هراسان نباشه. در لوقا باب 24 میگه چرا چنین مضطربید؟ چرا شک و تردید به دل خودت راه میدی؟ همینطور که این جنگ ها میاد، خبر این زلزله ها میاد، اما عیسی مسیح، این عیسی بی همتایی، عیسی یگانه، این عیسی که پر از رحمت و دلسوزیه، به من و تو میگه مشوش مشو. و عیسی در جایی نزدیک میاد، وقتی شاگردان میترسن دست بر اونا میذاره و میگه برخیزید و نترسید. آمین. بیایم الان سرای خودمون رو خم کنیم و لحظاتی فقط دعا کنیم، روی عیسی رو بطلبیم و تمام این وعده ها رو اعلام کنیم. من خیلی قوی احساس میکنم که خداوند امروز میخواد آزادی های خیلی زیادی به شما عزیزانم بده، من به خصوص از این نیروی ترس.